عرض ادب دارم و احترام خدمت همیانان عزیز ارجمندم. روز دیدار با کی؟ با آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام. آقای سپهر عزیز برنامه رو هدایت میکنه، ازشون صمیمانه سپاسگزارم. آقای نوریالا درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان برنامه. امیدوارم حالتون خوب باشه. به مرحمتون خیلی خوب. امروز دریچه رو باز کردید، دماوند رو دیدید؟ میگه ای کوه ایونز ای دماوند. کوه ایونز واقعا شبیه دماونده دیگه، نی؟ خیلی شبیه. سپر جان کوه ایونز رو نشون بدید. ایونزه؟ ایونز E-V-E-N. واقع از سلسله کوه های همین راکیز از کانادا آغاز میشه، میاد تا عرض کنم که همون ایالت شما دیگه، کالیفرنیا میاد به اینجا. بسیار عالی. خب داشتون ریال، اگه بخاطرون باشه هفته پیش درباره آقای مسکوب صحبت کردیم. شاهرخ مسکوب یک شعره برجسته و شناخته شده در قلمرو فرهنگ و میت و از این قبیل. اگه اجازه بدید پی بگیریم بحث رو. هموطنان ارجمندم اگه پرسش هایی دارن میتونن از طریق فیسبوک تلویزیون ایران فردا با ما در میان بگذارن، حتما آقای نوریالا بهش پاسخ خواهند. خود شما چه واکنش هایی داشتید در این زمینه تا به حال؟ از کار خیلی استقبال شده از این دوتا برنامه که راجع به مسکوب داشتیم. به حال مسکوب نمونه یک روشنفکر واقعی ایرانی بود و علاقه من زیاد داره. من روی صفحه فیسبوک خودم که برنامه رو میذارم میبینم که بسیار ازش استقبال میشه. در این که حالا ایشون چهره خیلی نامداری، هنوزم ناشناخته است برای خیلی ها، شاید به این علت که زندگی نامش هم در ایران منتشر نشد یا شد. والا نمیدونم که در ایران چه اتفاقی افتاده. به هر حال این که اجازه دادند که پیکر او به ایران برگرده و در قطعه نامآوران از دفن بشه و تشییع جنازه‌ای که از جلوی تالار رودکی سابق یا تالار وحدت فعلی ازش کردند، عرض کنم خب نشانه اینه که مشکلی نداشته، از لحاظ سیاسی مشکل خاصی نداشته با حکومت، یا حکومت با او مشکل خاصی نداشته، چون او که اصلا کاری به کار این حکومت نداشت. اون حساب خودشو ذهنن با این روشن کرده بود و دنبال همون کار خودش در زمینه اساطیر ایران و عرض کنم که ایران شناسی و این حرفا کار میکرد. عرض کنم که اما یه نکته ای رو قبل از شروع برنامه امروز خدمتون عرض بکنم و اون این بودش که شما وقتی که بحث میشد راجع به سازمان برنامه از من پرسیدید که مسکوب چه موضعی داشت در هنگامی که انقلاب رخ داد و من عرض کردم حضورتون که من چون در ایران نبودم اون موقع، 5-6 ساله بود که از ایران خارج شده بودم و ارتباط خاصی هم با سازمان برنامه نداشتم، عرض کردم که خبر ندارم که چه کردن. بعد از پخش این برنامه آقای فرامرز فروزنده به من تلفن کرد. منو آقای فروزنده هر دو کارمند سازمان برنامه بودیم، ایشون در دفتر عرض کنم که بهداشت و رفاه اجتماعی کارشناسی میکرد، من در دفتر فرهنگ و هنر بودم و در بسیاری از این سمینارها و کنفرانس هایی که تو سازمان برنامه برگزار میشد ما هر دو مشارکت میکردیم. ایشون به من گفت، من وقتی که دیدم که تو راجع به سازمان برنامه داری صحبت میکنی و اینها و در مورد اینکه مسکوب در اون موقع چه کار میکرد، خواستم برات توضیح بدم که در سازمان برنامه تقریبا از آبان ماه اون سال 57 و از اون وقتی که عرض کنم که نیروهای انتظامی به دانشگاه حمله کردند و عرض کنم که فیلمش هم تلویزیون آقای قطبی نشون داد و اون یه سرآغاز خودش حرکت جدیدی بود، در سازمان برنامه هم مسئله اعتصابات آغاز شد
و یه کمیته‌ای برای اعتصابات بود و غیره و غیره، که خود آقای فروزنده هم در اون شرکت داشت. یعنی من فکر میکنم شما اگه یک روزی بخواید داستان تفصیلی سازمان برنامه در دوران انقلاب رو بدانید، بهترین منبعی که در اختیارتون هست اینه که از آقای فروزنده دعوت بکنید باش مصاحبه کنید. به هر حال آنچه که مربوط به این برنامه میشه اینه که میگوید که ما وقتی که دیگه نزدیک میشدیم به انقلاب و این حرفا، مرتب دعوت میکردند از روشنفکران مختلف مثل زندیات سپانلو یا زندیات کسرایی، اینها همه میامدند و در سالن اجتماعات سازمان برنامه سخنرانی میکردند. آقای فروزنده میگوید که ما که در کمیته اعتصابات و برگزاری این مسائل بودیم، مکررن با مسکوب عرض کنم که مذاکره میکردیم و سعی میکردیم دعوتش کنیم به این که بیاید و یک سخنرانی براش بذاریم در زمینه انقلاب، ولی او هرگز حاضر به این کار نشد و تنها موردی که پیش آمد این بود که یک روز که همه در نهارخوری سازمان برنامه جمع بودند، یکی از اعضای کمیته برگزاری اعتصابات رو کرد به مسکوب که او هم در اونجا حضور داشت و گفتش که نظر شما به این راجب این انقلاب چیه؟ میگفت مسکوب کمی ایشون رو نگاه کرد و گفت که من فکر میکنم شما باید بگید که نظرتون راجب این انقلاب چیه، و جلسه رو ترک کرد. میگفت تنها موردی بودش که یه چنین جمله‌ای رو ما از مسکوب شنیدیم. بعدم که خب عرض کنم که بست بساطشو و از ایران رفت به فرانسه. این رو خواستم بگم که یه چنین وضعیتی هم در دوران غیاب من از سازمان برنامه در اونجا بودش، که البته آقای عرض کنم که فروزنده تفصیل بسیار جالبی رو هم از قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، اون چند سالی که خود ایشون در ایران بود قبل از اینکه از ایران خارج بشه، برای من تعریف کرد که خب جاش اینجا نیست ولی خود منبع مراجعه خلاصه ایشون هستن. به نظر یه فصل جالبی از تاریخ ایران دقیقا در خود نهادهای دولتی، یعنی در وزارتخونه ها اینا میگذره. اینم باید یه جوری ثبت و ضبط بشه، خیلی مهمه که در نهادهای دولتی چه گذشت، چه اتفاقاتی رخ داد و چی شد. یک بارگی سقف یک حکومت زمین اومد و مجموعه نهادهای دولتی به تصرف کسانی در آمد که اغلب هم شاید از بیرون به شکلی تلاش کردن که خود این نهادها رو به چنگ بیارن و تصرف کنن، اغلب از بیرون، و موفق هم شدن. و موفق شدن که شمار زیادی از به اصطلاح کارمندان خود دولت رو هم با خودشون هم داستان بکنن و کاری بکنن که مجموعه نهادهای دولتی با همدیگه یک جوری به اصطلاح درها رو به روی انقلاب باز بکنه. بله کاملا درست میفرمایید. ولی چون در این بحث دو جلسه اخیر ما بحث این بودش که سازمان برنامه مرکز روشنفکران ایران بود، یعنی آن روشنفکران گردن کلفت ایران رو شما میتونستید اونجا ببینید که در دفاتر مختلف کار میکردن. بنابراین این که سازمان برنامه چگونه رویارو شد با انقلاب و چه اتفاقاتی در اونجا افتاد، به نظر من خودش یک فصل خیلی فصل مهم خیلی فصل کاملا درسته، با توجه به اینکه این مجموعه کسانی که اونجا کار میکنن با در واقع با مجموعه کسانی که به شکلی حالا در ساخت و پرداخت ایران اثرگذار بودن، ارتباط مستقیم داشتن در بسیاری از برنامه ها، پروژه های عمرانی، و به نظرم خیلی مهمه. راست میگید، سازمان برنامه خیلی میتونه مثلا شما بزرد کشاورزی رو بخواید در نظر بگیرید، ربطی به مسائل روشنفکری ایران نخواهد داشت اونگونه که سازمان برنامه داره، یا حتی شرکت نفت رو بگیرید. سازمان برنامه به نظر من خیلی مهمه پرداختن به جزئیاتی که چگونه در انقلاب شرکت کرد و چه بله شما میدونید دیگه، در دوران احمد اینجا اصلا سازمان برنامه رو منحل کردن برای اینکه فکر میکردن که نمیشه باش کنار آمد و کار کرد. من یکی از خاطراتی که
یادم هستش اینه که من بعد از انقلاب که برگشتم ایران و عرض کنم که خب کارمند سازمان برنامه بودم و رفتم اونجا مشغول کار شدم، یادم یه روز تو اتاقمون نشسته بودیم گفتن که فردا میان سازمان برنامه رو اسلامی بکنن و ما همه به همدیگه نگاه میکردیم نمیفهمیدیم که سازمان برنامه رو چجوری میخواد اینا اسلامیش بکنن. تا فردا که شد با کنجکاوی رفتیم سر کار، دیدیم یک عده عمل برنا و کلنگ و اینا آوردن و طبقه به طبقه دارن این مستره های فرنگی رو میزنن میشکنن و مستره ارز کنن که از این مسطح ها میزنن رو زمین. عجب. و به این ترتیب سازمان برنامه اسلامی شده. خب تا اینجا که ما دریافت کردیم حالا از مجموعه به اصطلاح خاطره های آقای فروزنده، آقای شاهرخ مسکوب میانه با این انقلاب نداشت، حتی حاضر نبود دربارش هم بحث کنه. میگم من که یقین داشتم میانه ای نداشت، برای اینکه خب بعد از انقلاب در تماسایی که ما هم داشتیم میدونستم که او چگونه فکر میکنه، ولی این که در دوران انقلاب چه واکنشی نشون داده بود این رو من چون نبودم و نمیدونستم فکر کردم که اطلاعاتی که آقای فرزنده دادن رو منتقل بکنم در این برنامه. بسیار عالی. خب بله، عرض کنم که در مورد مسکوب من این رو میگفتم که رابطه من و مسکوب یک رابطه چند مرحله‌ای بود. مرحله اولش وقتی بود که من مسکوب رو نمیشناختم و به عنوان یک جوان عرض کنم که علاقه‌مند به مسائل مختلف با اسم او آشنا بودم و مرحله دوم وقتی بود که با خودش آشنا شدم و مرحله سومم به رابطمون به بعد از انقلاب برمیگرده. این مرحله اول به نظر من از این نظر جالب بود که در واقع آدم میتونست یک مسکوبی رو بشناسه که بعدن که من باهاش آشنا شدم دیگه اون مسکوب نبود، بلکه کاملا تغییر ماهیت داد. یعنی مسکوب تا اونجایی که خودش برام تعریف کرد و بعدم در مطالبی که راجبش نوشتند مطالعه کردم، به حال مسکوب در بابل عرض کنم که به دنیا میاد از یک پدر مازندرانی و یک مادر اصفهانی و پدرش خیلی زود فوت میکنه و مادرش او رو برمیداره میاره اول تهران و بعدم از تهران میرن به اصفهان و او در اصفهان بزرگ میشه و مدرسه میره و این حرفا. و خیلی زودم بعد از عرض کنم که دوران، یعنی در دوران جنگ و پیدایش حزب توده، او علاقمند میشه به عرض کنم که مبارزات توده ای و عضو حزب توده میشه و خیلی پابرجا و فعال بوده در اون زمینه ها. یک باری هم عرض کنم که قبل از 28 مرداد دستگیرش میکنن، یه شبی دو شبی در اونجا بوده، ولی به هر حال میرود به عرض کنم که آبادان و در اونجا به عنوان اجیتاتور و عرض کنم که تحریک کننده بله تحریک کننده محرک بله و مبلغ عرض کنم که حزب توده در اونجا فعالیت میکرده و خلاصه در این حال چون علاقمند به ادبیات و نویسندگی بوده در نشریات عرض کنم که حزبی هم مطلب مینوشته و در اونجا با مرتضی کیوان آشنا میشه که این مرتضی کیوان در واقع به نظر من تا پیش از، یعنی در اون فاصله بگیریم 1325 تا 1332 اون 6-7 سال به نظر من شاید مرکزی ترین چهره روشنفکری ما بوده است که عرض کنم که الان هم کسی زیاد آشنایی نداره. از او هم هیچ اثر زیادی باقی نمونده با اینکه شاعر و نویسنده بوده، به لحاظ اینکه بعد از 28 مرداد که او رو دستگیر میکنند تمام عرض کنم که آنچه را که در خانه داشته میبرن و دیگه از بین میره و مفقود میشه و بعدم که او رو در سال 33 تیرباران میکنن. این 5-6 سال به نظر من
کیوان به عنوان یک چهره جوان در کنار مثلا نیما یوشیج به عنوان یک چهره عرض کنم که پا به سن گذاشته جز اقطاب روشنفکری ما بودن. خود مسکوب عرض کنم که در تمام دورانی که من میشناختمش همیشه میگفت که نمونه اعلای انسانی که من دوست میداشتم عرض کنم که ایشون بودش. و حتی در پاریس که بود در اواخر عمر خودش مسکوب یک کتاب راجع به ایشون نوشتش. به هر حال ایشون عرض کنم که فعالیت های سیاسی داشت تا اینکه بعد از 28 مرداد در کنار همه توده‌ای هایی که میگیرند ایشون رو هم دستگیر میکنند و ایشون 3-4 سال رو در زندان میگذرونه، که در اونجا بود که اول مسئله اینکه خب سرشون رو چجوری گرم بکنن مطرح میشه و اونهایی که علاقمند به هنر و ادبیات و غیره بودند یواش یواش به هم عرض کنم که گره میخورن و از در داخل زندان اینا شروع میکنن هم مطالعه کردن هم نوشتن و هم به خصوص ترجمه کردن. و عرض کنم که اولین کاری که یعنی دو نفر بودند از حزب توده که در داخل زندان بودن، یکیش دکتر عبدالرحیم احمدی بود و یکیش شاهرخ مسکوب، این دوتا با هم خیلی نزدیک شدن بعد از انقلاب، بعد از اینکه از زندان هم آمدن بیرون. این دوستی البته ادامه پیدا کرد و حتی وقتی که دکتر احمدی شد رئیس سازمان جلب سیاحان، مسکوب رو در اون سازمان استخدام کرد که بعداً مسکوب از اون سازمان منتقل شد آمد به سازمان برنامه. در زندان این دو نفر شروع میکنن کارهای مختلفی رو انجام دادن، مثلا نمایش آنتیگون رو ترجمه میکنند یا عرض کنم که توجه خاصی پیدا میکنند به ادبیات بازمانده از یونان باستان به عنوان عرض کنم که مرکز کهن روشنفکری که بعداً اثرات خودش رو در دوران روشنگری اروپا میگذارد و این جنبه در واقع میشه گفت جهان مدرن رو اروپایی ها با بازگشت به یونان و استفاده از اون سرچشمه ها از کنم که آغاز میکنند. اینها هم برمیگردند به یونان و شروع میکنند آثار کهن یونانی رو مطالعه کردن و ترجمه کردن که این کار البته بعد از اینکه از زندان هم میان بیرون ادامه پیدا میکنه و رفته رفته ما میبینیم که اینها در اثر این ارتباط ها و این مطالعات کم کم دیگه اون افکار مربوط به حزب توده رو کنار میگذارن و حتی جنبه انتقادی نسبت به اون پیدا میکنن و حتی همونطور که میبینیم میان و عرض کنم که در دستگاه مثلا آقای دکتر احمدی میآید میرسد تا معاونت نخست وزیر و رئیس جلب سیاحان، یعنی تبدیل میشن به اون جمعی از روشنفکرانی که دیگه قصدشون مخاصمه و مهاجه با حکومت نیست، بلکه فکر میکنن که میشود این حکومت رو اصلاح کرد و غیره، که خب اون داستان دیگری داره. آقای نوریالا یه شخصیت دیگری باز تقریبا به موازات همین کار رو انجامه، کار سترگ و بزرگ رو، مهرداد بهاره. البته هیچ آشنایی به اینا وجود داشت بین مهرداد و آقای مسکوب یا نمیدونم؟ من خودم با مهرداد خیلی آشنا بودم و نزدیک بودم ولی خبر ندارم که مسکوب و مهرداد بهار با هم ما تقریبا همین راه رو طی کرده بود، حزب توده و بعد اسطوره شناسی و خیلی جالبه. کاملا درست بگی، من به این فکر نکرده بودم، باید بشینم توی خاطرات خودم بکاوم ببینم که چون بله مهرداد عرض کنم که آدم بزرگ و شریفی بودش واقعا، خیلی همین مسیرها گذشته بود واقعا، اصلا مثلا حزب توده و بعدم بیاد درست در همین رشته میتولوژی و اسطوره شناسی و خیلی جالب، همون راه رو مرداد بهار طی کرد و عجیب تقریبا تمام روشنفکران ما سرنوشت یکسانی پیدا کردن. بله من فکر میکنم که تفاوت
مسکوب و مهرداد بهار در مورد میتولوژی ایرانی این بود که مهرداد بهار به عنوان یک محقق دقیق به منابع اصلی مراجعه میکرد و سعی میکردش که اونها رو اونگونه که بوده اند معرفی بکنه. اما مسکوب بیشتر در زمینه اون چیزی که به این روزا خیلی هم شایع است به نام هرمنوتیک، یعنی که علم تعویل رو عرض کنم که تعبیر کار میکرد، یعنی این که مثلا به خصوص وقتی که جذب شاهنامه شد و در واقع زندگیش رو گذاشت روی مطالعه شاهنامه، ما میبینیم که او کارش این نیستش که ببینه مثلا فردوسی آیا واقعا منابعی رو که داشته برای اینکه مثلا داستان سیاوش رو میخواد تعریف بکنه، آیا مثلا این منابع رو از کجا آورده و چقدر مثلا به اون منابع وفادار بوده و غیره. مسکوب با این تیکه کاری نداشت، بلکه میامد دنبال این میگشتش که فردوسی در داستانی که داره بیان میکنه عرض کنم که چه پیامی رو داره میده و این پیام به خاطر اسطوره‌ای بودنش تا چه حد ازلی ابدیه و در نتیجه تا چه حد برای انسان امروز میتواند درس آموز باشه و مفید باشه. این کار مسکوب به نظر من در زمانی که او شروع کرد، یعنی مثلا اولین کتاب خود کتاب مسکوب در مورد رستم و سهراب عرض کنم که سال 1341 بود که منتشر شد، یعنی آغاز اون دورانی بود که روشنفکران ما سعی میکردند که بر از طریق روایت های کهن خودمون اوضاع امروز رو مورد، یعنی در واقع یه نوع کنکاش در کاربرد اسطوره کاملا. ولی میخوام اینو بگم که همون جام شما میبینید که در دهه 40 دو تا شعبه میشه این قضیه، یعنی یه عده برمیگردن به اسلام قبل، ایران قبل از اسلام، یه عده برمیگردن به ایران بعد از اسلام. یعنی اینکه مسکوب و بهار رو عرض کنم که اینها میرن سراغ اون ور، آقای آل احمد و شریعتی و این حرفا میرن سراغ این ور، یعنی که هر دوتا برمیگردن به این که در پی سرخوردگی که از شرق و غرب پیدا کرده بودن میخوان یه هویت مستقلی برای روشنفکر ایرانی پیدا کنن، اما راه حل هاشون کاملا از هم جدا میشه. اینها میرن به این که ببینن که آموزه های قبل از اسلام ما چی به ما میگه، چه سفارشی به ما میکنه، حالون که آل احمد و بقیه میرن سراغ این که ببینن آموزه های اسلامی چگونه درد ما رو دوا میکنه و این نسخه خطرناک رو میپیچن که منجر به انقلاب اسلامی میشه. کاملا درست میگی، راست میگی. یک دسته از روشنفکرها دقیقا در همین جاست که از هم جدا میشن، راهشون را دو راه متفاوت رو طی میکنن، یکی به سمت گذشته های ایران قبل از اسلام، یکی درست برعکس به آموزه های بعد از ظهور اسلام. بعد از اسلام، بله کاملا. خانم شیرین بیاتی در این زمین از اسلامی ندوشن، نمیدونم خود آقای مهرداد بهار، آقای مسکوب، خیلی هستن. بله، حتی اونایی هم که برمیگردن به عرض کنم که دوران اسلامی، باز خودشون دو نوع هستن، یعنی یه عده‌ای میرن سراغ عرفان اسلامی، یه عده میرن سراغ فقه اسلامی. این دوتا مزاج هم کاملا با همدیگه متفاوت هستن، یکی مثل فردید، یکی مثل احسان عراقی. بله، یا مثل سیدانی. یعنی ببینید موضوع عرض کنم که مطالعه و تحقیق بازگشته به خیشه، اما در تعریف خیش هستش که این اختلافات به وجود میاد. هر کسی خیشتن خیش رو در یک بخشی از تاریخ فرهنگ ایران جستجو میکنه. خود شما به این نقطه رسیدید؟ من عرض کنم که و تشخیص شما از خیشتون چی بود؟ چون تمام مشکل در همین خیشتن خیش بود دیگه. هر کی تعبیر و تعبیر خودش رو داشته. بله، من بیشتر فکر میکنم که رفتم به سراغ اون بخش عرفانی جامعه خودمون که البته در دامن اسلام اسلامی شده بود
حالون که ما میدونیم که عرفان ایرانی ریشه هاش برمیگرده به میترائیزم و مذهب آیین مهر و غیره و غیره میاد جلو. ولی به هر حال پس از اسلام هم ایرانی روشنفکران ایرانی وقتی که نمیتونستند با اسلام فقهی در واقع مقابله بکنند پرداختند به اسلام عرفانی و خب ما به قول زنده یاد نادر نادرپور میگوید که این اولین جنبش بیداری ایرانیان بود که فکر کردن از طریق عرفان میتوانند با اون خشک مذهبی و عرض کنم که گرفتاری هایی که فقه اسلامی با خودش داشت مبارزه و مقابله بکنند. و شما خب همه بزرگان اولیه پیش از این که عرفان ایرانی خانقاهی بشه و عرض کنم که گرفتار بند و زنجیر بشه یک نهضت روشنفکری آزادی خواهانه ایست که حرف و گفت و صوت را برهم بزن هرچه میخواهد دلتنگت بگو از این حرفا رو تبلیغ میکردن و شهدای بزرگی مثل نمیدونم حلاج و سهروردی و اینها همه شهید مبارزه با اسلام خشک مغز آخوندی شده بودند. برای من این جالب بود و اتفاقا خود این مطلب که در اون سال مثلا 47-48 من خیلی علاقمند شده بودم به این قضیه، خود این باعث شد که یک نوع الفتی بین من و شاهرخ مسکوب صورت بگیره وقتی که او به سازمان برنامه آمد و هم اتاق شدیم و یواش یواش عرض کنم که با هم آشناتر شدیم و کتابای مسکوب رو میخوندم و با خودش راجبش صحبت میکردم، میدیدم که او هم به یک نگاه عرفانی در ایران پیش از اسلام توجه داره و دنبال در واقع اون انسان، حالا بگیم انسان کامل، انسان هرچی که بگیم، در جستجوی اون میره. مثلا تو شاهنامه نگاه میکنه، یعنی دوباره یه انسان آرمانیست، آرمانی کاملا انسان آرمانی. یعنی کتاب های چیز رو مسکوب رو از این دید که بخونید، مثلا خون سیاوشش رو یا رستم رو عرض کنم که اسفندیارش به خصوص رو بخونید. جالبه که عرض کنم که در همون دوران هم اتاقی بودن و عرض کنم معاشر بودن با هم راهی برای من باز شد برای اینکه من فیلم بسازم. یعنی اینکه همشاگردی قدیم من آقای فریدون جورک که تهیه کننده فیلم بود به من گفتش که اگر دوست داری فیلم بسازی من حاضرم خرجش رو بدم. و خب یه موقعیتی بود، من دوست داشتم که این تجربه رو داشته باشم و دنبال این بودم که یه سناریویی رو گیر بیارم که به دردم بخوره که بتونم اون رو فیلم بکنم. و در این مورد یه روزی که با مسکوب نشسته بودیم صحبت میکردیم، مسکوب به من گفتش که ببین در سینمای دنیا یکی از روش‌هایی که وجود داره اینه که میان داستان‌های کهن رو امتحان میکنن که ببینن در دوران معاصر میتونه اتفاق بیفته یا نه، یعنی امروزیش امروزی کردن داستان‌های کهن. تا همینجا رو داشته باشیم، متأسفانه وقت ما تمام شد. امروزی کردن داستان‌های کهن، تا اینجا رسیدیم. در منظر آقای شاهرخ مسکوب، آقای نوریالام حضور داشتن. خداحافظی میکنم با شما دکتر نوریالام، تا بار دیگر. بحث جالبی است، تجدید خاطره با بزرگان. خدا نگهدار.